ادبیاتش به قدر قوی بود، یکی از رفقای مازندران خیلی فاضل الان هم هست، گفت من چندین سال دست آقای بروجردی رفتم، یک اشکال ادبی ندیدم از بس که تنظیم میخوند، غلط نمیخوند. آقای فاضل هم همینطور بود، آقای فاضل هم همینطور اصلا غلط نمیخوند عبارت را، بله مقید بود، بله این حالت بود. آقای بروجردی ادبیات خیلی دوست داشت، کسی الفیه حفظ بود جایزه میداد، منتها من هم دیگه نرفتم، گفتم شاید بله راه ندن، من که تازه طلبه هستم دیگه، من الفیه را حفظ بودم، تهذیب هم حفظ بودم، تهذیب را در عرض یه رو 16 دقیقه از اول تا آخر میخوندم، بله چیوتی را از اول تا آخر، از آخر تا به اول میامدم. یه روز ساعت گذاشتم، یک ساعت 40 دقیقه طول کشید الفیه. بعد دیگه پیش آقای بروجردی نرفتم، خجالت کشیدم برم اونجا، بعد کسیم بالاخره نبود مرا ببرم، منم گفتم شاید راه ندم، نرفتم. این نحوه بود آقای بروجردی، لذا گفتم یه وقت آخشق رجای نحوی پلیش حاشیه میخوندم، و آقا به من میگو آقا سید، آقا سید نعت باب آخر، بله بیت آخر باب نعت رو حفظ هستی؟ گفتم بله، بله حفظ هستی؟ گفتم آره. گفت که میتونی بخونی؟ گفتم بله. وقت عبد به این یکون معینا بدونها او بعض هفت اعمالنا، خیلی تعجب کرد مثلا اینقدر خاطر زنده بود. تا این اندازه معذاره آقای بروجردی این چیزا خیلی دوست داشت، بله خدا رحمتش کنه، تشویق میکرد طلبه ها را، بله سجایای خوبی داشت آقای بروجردی. بله این بود که اینم بالاخره مختصری از مطالب او بود.